روسیه تحریم مواد غذایی غربی را برای یک سال دیگر تمدید کرد. مسکو همچنین در سالگرد تحریم مواد غذایی غربی، صدها تن از محصولات غذایی را که از اروپا به طور غیرقانونی وارد این کشور شده بودند، نابود کرد. ممنوعیت ورود مواد غذایی غربی به روسیه در سال 2014 میلادی و در واکنش به تحریم‌های بین‌المللی این کشور پس از بحران اوکراین آغاز شد. یکی از ساکنان مسکو میگوید: معتقدم بهتر است به جای نابود کردن مواد غذایی راهی برای استفاده بهتر از آنها پیدا کرد. دیگری میگوید شاید بهتر باشد که این غذاها را نابود کنند، زیرا ممکن است آنها مواد غذایی فاسد بفرستند. هیچ کس نمیداند چه چیزی در این غذاهاست. فرمان از بین بردن این مواد غذایی توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور امضا شده، چرا که این کالاها را نوعی تهدید امنیتی برای این کشور برشمردند. استاد آکادمی اقتصاد ملی روسیه میگوید چندین نسل از مردم کشور ما در شرایط کمبود مواد غذایی زندگی کردند و این موضوع از یک نسل به نسل دیگر تکرار میشد. اگر آنچه اکنون وجود دارد قحطی نیست، بنابراین آن را باید نوعی کمبود نامید. ما نگاه خاصی به مواد غذایی داریم و آن را گنج بزرگی می دانیم. قرار است فرمان از بین بردن مواد غذایی غربی به تدریج در تمام نقاط روسیه به اجرا گذاشته شود، آن هم در حالی که 16% از مردم روسیه و به عبارتی 23 میلیون نفر زیر خط فقر به سر می برند.